سلام، به کوکمک خوش اومدین. امروز قراره یه قیمه بادمجون خوشمزه داشته باشیم. با ما همراه باشین. گوشت گوسفندی داریم که من اینجا از گوشت مایچه استفاده کردم. شما میتونین از سردست گوسفندی یا ران گوسفندی استفاده بکنید. مقدار گوشت برای هر نفر 60 تا 70 گرمه که شما میتونین کمتر یا بیشتر بریزین، که ما اینجا الان 350 تا 400 گرم گوشت داریم. پیاز خرد شده نگینی دارم 1 عدد. لپه داریم که شما به ازای هر نفر میتونین 20 تا 25 گرم یا به اندازه یه مشت بسته شده برای هر نفر استفاده بکنید. رب داریم به ازای همون 300 تا 400 گرم گوشتمون 2 قاشق رب استفاده میکنم، که سعی کنید رب خونگی باشه، ربای سنتی خورش رو سیاه میکنه. بادمجون قلمی داریم. اینجا گوجه گیلاسی داریم که شما میتونید گوجه های درشت‌تر استفاده بکنید و از وسط نصف بکنید. لیمو امانی داریم که میتونیم به جای لیمو امانی آب لیمو یا آب قوره استفاده بکنیم. زردچوبه داریم برای پیاز داغ و گوشتمون. فلفل سیاه به مقدار کم که نمیخوایم زیاد خورشتمون سیاه بشه. اینجا یه ادویه‌ای که چوب دارچینه که من از پودر دارچین استفاده نمیکنم، زنجفیل و پودر گل محمدی. خیلی کم میخوام از پودر گل محمدی استفاده کنم، که شما میتونین به جاش یک کوچولو گلاب استفاده کنین. تخم گشنیز دارم اینجا که بعد پودر میکنم و استفاده میکنم. عصاره زعفرون داریم که به دلخواه حالا کم یا زیاد رو داخل تصویر میبینیم. روغن دارم برای سرخ کردن بادمجون و پیازداغ. مقدار خیلی کمی کره برای پیازداغ میخوام استفاده کنم، که شما میتونین از کره محلی هم استفاده کنیم. و نمک برای بادمجونا و خورشتمون. لپمون رو با آب خیس میکنم. یه مقدار نمک بهش اضافه میکنم. بعد از اینکه خیس خورد مراحل پخت رو بهتون نشون میدم. مقدار روغن داخل قابلمه میریزم و مقدار کره‌ای که داشتم. یه کوچولو من زعفرون به پیازام اضافه میکنم برای اینکه هم خوش رنگ تر بشه و هم اینکه طلاییش خوش رنگ باشه. داخل قابلمه میریزم. پیاز که کمی سرخ شد، مقداری از پیاز رو برای لپه و سرخ کردن رب جدا برمیدارم. برای زیبایی کار سعی میکنم کلاهک بادمجون رو نگه داریم. اینجوری پوست کلاهک رو یک کوچولو میگیرم و از پایین که کلاهک کنده نشه پوست میگیرم. اگر کار با پوست کم براتون راحته با اون انجام بدیم. حتی میتونیم برای شکل بودن و زیبایی خورشتتون پوست بادمجون رو راه راه، یعنی یکی در میون پوست بکنید. پوست کلاهک رو مجدد میگیرم. بادمجون های قلمی اگه یک اندازه نبودن، از ته بادمجون ها میتونیم بزنیم و یک دستشون بکنیم. من اینجا میخوام که حالت برای زیباتر شدن خورشتمون اینجوری برش بدم. شما میتونین از وسط نصف بکنین یا اینکه یه خط وسطش بندازین که هم بهتر نمک به خوردش بره و تلخیش گرفته بشه و همین که راحت تر سرخ میشه و روغن وسط بادمجون بهتر پخته میشه. دیگه کاملا سلیقه‌ایه، ولی من دوست دارم که روی بادمجونمون وقتی که سرخ شد روی خورشمون به این حالت بذارم.
به روش‌های مختلفی تلخی بادمجون رو گرفته میشه. اینجا من از نمک و آب روی بادمجون رو می‌ریزم و میذارم تلخیش گرفته بشه. پیازمو به این مرحله که رسید یه قاشق پر ازش برمیدارم برای لپه و روبم. گوشت رو بهش اضافه میکنم و خوب سرخ میکنم. وقتی که گوشت خوب سرخ بشه، حتی اگه شب تا صبح هم روی گاز بمونه خورشتتون، گوشتتون له نمیشه. برای همین پس باید خوب گوشت سرخ بشه. مقدار زردچوبه‌ای که داشتیم رو اضافه میکنم و با گوشت تفت میدم. فلفل سیاه داشتم، اضافه میکنم. خیلی تو ریختن فلفل سیاه دقت داشته باشین که زیاد نریزین، چون خورش کدر رنگ میشه و خیلی رنگش گیره میشه. گوشت رو که سرخ کردیم، آب جوش رو اضافه میکنیم و اجازه میدیم گوشتمون 3 تا 4 ساعت بپزه. به کانال ما بپیوندین تا ویدیوهای بیشتری رو بتونین از ما ببینین. لپه‌ای که خیس کرده بودیم رو آبش رو جدا کردیم و حالا داخل قابلمه میریزم با آب، نمک، چون قبلش نمک اضافه کرده بودیم خیلی کم اضافه میکنم، مقداری روغن که باعث میشه لپه زودتر بپزه و اجازه میدیم لپمون کاملا بپزه. تو این فاصله که گوشت و لپه میپزه، بادمجونا رو از آب و نمک خارج میکنیم و روی دستمال آشپزخونه میذاریم و خوب خشک میکنیم. هر چقدر خشک‌تر باشه و نمش گرفته باشه، روغن کمتری جذب میکنه. پره‌های بادمجون رو من خوب خشک میکنم. روغن رو داخل تابه میریزم و اجازه میدم یکم گرم بشه و بادمجون رو سرخ میکنیم. بادمجون رو داخل تابه میریزم و به این شکل باز میکنم که خوب سرخ بشه. بادمجونا رو برمیگردونم. سعی کنید شعله کم باشه که هم مغز پخت بشن و هم سرخ بشن. دو طرف بادمجونامون که سرخ شد، روی دستمال آشپزخونه میبریم تا روغن اضافهش کشیده بشه. لپه که نیم پز شد، به این مرحله که رسید با دست فشار میدم خیلی له نشده باشه، خاموش میکنم و میبرم آبکش میکنم. داخل یه قابلمه یا تابه کوچیک پیاز داغی که برداشته بودیم میریزم، روبو بهش اضافه میکنم، روبو باید خوب سرخ کنیم که به روغن بیفته و رنگش کاملا باز بشه. لپه‌ای رو که آبکش کرده بودیم رو بهش اضافه میکنم. لپارم با روبی تفت میدم. بعد از اینکه خوب سرخ شد و رنگ روبمون تغییر کرد، به خورشتمون اضافه میکنم. لپه‌ای رو که سرخ کرده بودیم به خورشتمون اضافه میکنیم و میذاریم کامل جا بیفته. این معمانی رو هم میتونین از وسط برش بدین و هسته هاشو در بیارین، همین جوری به این حالت چنگال بزنین. روش رو آب جوش میریزم. حالا با یه بشقاب دربشو میذارم، میذارم اگر تلخه تلخیش گرفته بشه. ادویه ها رو بهش اضافه میکنم. تخم گشنیز داشتیم که آسیاب کردم.
و مقدار کمی عصاره زعفرون. میذاریم با ادویه ها، عطر و بوی ادویه کاملا در میاد و با ادویه ها بپزه. اواخر پخت گوشت لیمو آمونیایی که خیس کرده بودیم رو اضافه میکنیم و میذاریم کاملا جا بیافته. خورشتمون ما آماده شده. مقداری نمک بهش اضافه میکنم و حتما میچشم که بیش از اندازه نباشه. اینجا من دارچینی که اضافه کرده بودم اون دیگه در میارم. گوجه گیلاسی داشتم، چون پخت آنچنانی نداره گوجه گیلاسی، وقتی ریختم شعله رو خاموش میکنم و اجازه میدم چند دقیقه تو این حالت بمونه و بعد برای سرو آماده است. خورشت قیمه بادمجونمون با یه پلو زعفرونی خوشمزه آماده شده. امیدوارم از این آموزش لذت برده باشین.